پس از حمله مرگبار در یک مرکز نظامی پاکستان، مقام های ارشد آن کشور شعار انتقام سر دادند. پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے. پاکستان تصمیم گرفته است که هر کس در سرحدات، در خانه و یا در ملک ما حمله ها را انجام می دهند، ما با آنها جواب دندان شکن می دهیم. هر کسی که باشد، از هر کشوری که باشد. یک روز پس از این سخنان رئیس جمهور پاکستان، شب گذشته تیارات کشفی و جنگی آن کشور در ولسوالی برمل پکتیکا و اسپیره خوست حملاتی را انجام می دهند. حمله هایی که جانب پاکستان مدعی شده که یک قماندان تحریک طالبان پاکستانی را هدف قرار دادند. چند ساعت پس از این حمله، نوار تصویری این قماندان تی تی پی از منطقه وزیرستان جنوبی به نشر رسید. زا عبدالله شایو دی تی تی پی ایوی دالگه مسئولیو خاص کرده شکتی دی علاکه. او چداکی می پپرگنده خواریجی داغا به بنیاد آدی، نن د رژو اوم ارزدو او تلاسام تاریخ تای د مارچ نورکار چیر شدا په پرګنده شي او میش په خپل جنوبی وزیرستان شه په دارا شوال شه د میج اوال نه فعالیت نه دی میج اچیر نه یتلې سار نه میش په دغه لا کا شه وسیږي. این حمله های هوایی با واکنش شدید امارات اسلامی مواجه شده است. ذبیح الله مجاهد با نکوهش این حمله میگوید که چنین حوادث نتایج بسیار ناگواری را در قبال خواهد داشت که کنترل آن از اختیار پاکستان بیرون خواهد بود. افغانستان اسلامی امارت یاد بریدونه په کلک و ټکو غندي او دغه غیر سنجیده اقدام د افغانستان پر حریم تجاوز او تیاری بولی. د افغانستان اسلامی امارت چې د نړۍ د زبرځواکونو پر خلاف د ازادۍ د اوږدې مبارزې تجربه لري، هیڅ چاته پر خپله خاوره د تیری اجازه نه ورکوي. پاکستانی ولس او نوې ملکی حکومت باید پرینږدي چې د پوځ څو تنه جنرالان په دغه ډول بېباکه کړنو سره د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي. در واکنش این حمله های پاکستان، نیروهای سرحدی کشور مراکز نظامی پاکستان را در امتداد خط فرضی دیورند با سلاح‌های ثقیله هدف قرار دادند. وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای سرحدی آماده پاسخ به این گونه حملات تجاوزکارانه است. اول امر پاساس باندې دفاع وزارت ځواکونه تکړه ودتی هډی تبرید لاندې راغلی دی، یعنی ډیر لا نه جوینو پوهه دی هډی تبرید لاندې راغلی دی او تلفات هم لري. امارت اسلامی می افزاید که پاکستان نباید افغانستان را به دلیل عدم کنترل، بی‌کفایتی و مشکلات در قلمرو خود مقصر بداند. با این حال در پی حمله هوایی پاکستان در پکتیکا 3 زن و 3 کودک جان باختند و 2 زن دیگر هم در ولسوالی اسپیره خوست جان خود را از دست دادند.